بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن تر بحر عمیق است، از یک گوشه تو چیزی علم از قرآن آموخته، از یک گوشه ما یکی با دیگر شریک بسازیم. ما به تو بگویم، تو برای ما که معلومات کافی از قرآن کریم بر انسان حاصل شود، این فضیلت وقتی میشه که تدارس موجود باشه. و چقدر زیبا پیغمبر میگه الا نزلت علیهم الرحمه، کسی که این طور حالت اختیار میکنه جمع میشه برای ذکر تلاوت کتاب الله و تدارس شود، رحمت الله نازل میشه. الا نزلت علیهم السکینه، آرامش و اطمینان به سر انسان نازل میشه. و غشیتهم الرحمه، رحمت الله انسان میپیچانه. و حفتهم الملائکه، اینطور مردم ها را ملائک گرد و برش استقبال و پذیرایی میکنه. میدانی که امروز اگر ما و شما در اینمی جا، در اینجا که الله متعال صاحبی اوتلا، اول دعای هدایت برش میکنیم که الله هدایت درست برش نصیب کنه، او شاید خفه شوه که مولی سب برما طلب هدایت کرده است. هدایت واره نعمت بزرگ وجود نداره، از امو خاطر ده هر رکعت نماز ما و شما اهدین صراط المستقیم میگیم. و بعد از او الله متعال برش توفیق بده که در این صحنه که ترجمه قرآن کریم صورت گرفته، آینده اینجا سازنده رقص نکنه انشاء الله، الله در قلبشان بندازه. امکان داره انشاء الله که ترجمه قرآن کریم انقلاب عظیمه در صاحبای هتل هم بیاره، سری اصل مقصد دنیا بدانن که چی به درد میخوره. و این درس قرآن کریم برشان انشاء الله یک تنبیه بزرگ باشه و سبب تذکیر و نصیحت بزرگ باشه انشاء الله. دوستا سر ما انتقاد هم میکردن که مولوی زف اونجا خو رقص شده، ما میگیم تو باش که همین زمین بیچاره الله متعال که سرش تخت شده امروز سرش درس قرآن شوه انشاء الله. و این زمین یک روز اگر شاهدی بالای رقاصا بده، سر ما و شما شاهدی درس قرآن بده انشاء الله. این زمین هم زمین الله متعال است، خود زمین گناه نداره، گناه از ما و توسته که کدام عمل ادش انجام میدیم. و ای آغازگر باشه انشاءالله، صاحبای اوتلای دیگه ما هم امی قدر درک بکنه که کل عمر جمع کردیم جمع کردیم، یک روز فشار بالا رفته، ناگهان مرگ میایه و خبرم نمیکنه، موقع توبه را هم برد نمیده که باز بگوی که توبه توبه سابقه چی کردیم، چرا که حالی مرگا دیگه رقم شده، یا انفجارات است یا بگوی مرگای ناگهانی حالی خیلی زیاد است. ناگهانیم برش نمیگیم به تقدیر الله متعال، خو لیکن فرصت به کسی نمیده برای توبه کردن. از او خاطر تنبیه بزرگ است انشاء الله که صاحبای هتل و هر دوست و مسلمان ما که در هر جای است که وا مرتکب بعضی کارهای خلاف شرع میشن، یک کمی بیدار شوند و بدانند که دنیا محل بقا نیست، یک روز از اینجا رفته نیستیم ولی جواب داده نیستیم. چه رقم جواب بدیم؟ آدم خیلی روی سرخ نشسته باشه، هتل جور کرده بودی چی کردی؟ او جا باز هتل والا گفته نمیتونه که ما خونا آوردم صاحب تو آورده بود، تو هتل برش تیار کردی نه؟ تو برش زمینه را مساعد کرده بودی. خب است که در جواب بگویه که یا الله برای محبت کتاب تو یک ماه رمضان مبارک به هتل در اختیار ترجمه قرآن کریم گذاشته بودم، الله برش قبول کنه و الله تغییر و انقلاب بزرگ در وجودشان بیاره و الله برشان توفیق زیاد نصیب بکنه برای خدمت دین انشاءالله. این دعا را ما کلی ما برش از صمیم قلب اخلاص میکنیم. میکنه نه انشاءالله؟ میکنیم انشاءالله. دیگه اول حق قرآن کریم ایمان به کتاب الله بود که ما به قرآن ایمان داشته باشیم. ایمان به قرآن ایمان تفصیلی است، هر حکم جزئی قرآن کریم ما باید عقیده داشته باشیم. اگر یک حکم جزئی قرآن کریم ما انکار بکنیم، نعوذ بالله کافر میشیم. هر قدر اعمال نیک انجام بدیم هیچ به درد ما نمیخوره. اگر بین مردای ما یکیش بگویه که ما خو غریب مردم هستیم، منفعت زیاد به دست آورده نمیتونیم، قرآن کریم که کدام سود حرام کرده امی بجای نیست، نعوذ بالله، امی قدر بگویه. چی بگویه؟ بگویه که کدام حرمت برای سود قرآن بیان کرده امی بجای نیست.
مرد بگویه یا زن بگویه، یادم چی میشه؟ کافر میشه. هر قدر اعمال نیک انجام بده، پای در هوا است، هوا منصور است، هیچ چیز به دستش نمیاد. یک حکم قرآن کریمه، اگه یک خواهر بخیزه و بگویه در اینطور گرمی هم الله بیکار مانده، نعوذ بالله، سر ما حجاب فرض کرده، امیره کاری نامناسب کرده، ای زن مسلمان باقی میمانه یا کافر؟ کافر میشه، به خاطر که نسبت جهالت یا نعوذ بالله عدم حکمت الله رأی به الله میکنه که الله حکیم ذات نیست، کارای نامناسب میکنه نعوذ بالله. از او خاطر مسلمانای ما بسیار مردم به صدها مرتبه کافر میشه اینطور کلمات از دهنشان برآمده. وقتی برش میگی بیا نماز بخون، گفت نماز از چیست؟ کاری بیکاراست، نعوذ بالله. این کلمه چی است؟ این کافر است. نماز کاری بیکارا، کلمه کفر است، نعوذ بالله. چرا توهین میکنی به الله متعال؟ یعنی ما خود مطروف هستیم، مشغول هستیم. اگر ما را در اینطور موقع الله امر به نماز میکنه، پس الله خیلی کاری نامناسب کرده، نعوذ بالله. این ملت ما بیچاره آشنایی نداره که کتاب الله چه قسم عقیده سرش داشته باشیم. خوش هستیم پشت داده بریم بوسه کنیم شه، حالان که قرآن سر ما اول حقی داره، ایمان است. والذین یؤمنون بما انزل الیک، در جمله متقین صفاتش الله بیان میکنه، کسایی که ایمان داره با آن چیزی که سرتون نازل کرده شده. در قرآن کریم یک حکم چی است؟ شکار مباح بودن. اگر کسی از احرام فارغ میشه، تمام مراسم حج و عمره را تکمیل میکنه، از احرام خلاص شد، آل شکار کردن برش مباح است. اگر یک آدم بگویه که امی حکم شکار مباح کردن الله نعوذ بالله بیجا کرده، به خاطر از اینکه وی یک زنده جان است، چرا او زنده جان ما قتل کنه؟ باز خصوصا که اینی قدر گنجشکه که خورد، از او چی جور میشه جان از او را بگیریم؟ یادم مسلمان باقی میمونه یا کافر؟ کافر میشه. چرا قرآن برات مباح ساخته؟ تو از حکم قرآن منکر میشی، نعوذ بالله. از او خاطر دوستا چقدر دقیق است در زندگی انسانی، چقدر مهم است که ما با قرآن و عقیده به قرآن بدانیم که سری قرآن چه قسم عقیده داشته باشیم. آیا تشریح شده در کل زندگی ما؟ برای ما تشریح شده که سری قرآن چه قسم عقیده داشته باشیم؟ نشده. بس کتاب است، قرآن است، فضیلت داره، خوانده برو تلاوت بکن. حالان که حق اولی شما که ایمان به قرآن است میره نمیدانیم. حق دومیش تلاوت درست است. الحمدلله یک کمی دهی سالها و دهی عصر فعلی ما قاریا خیلی زیاد شده، خصوصا در کابل هر مسجد که بری ماشاءالله دارالحفاظ است. آلی خوبی را چی میکنی؟ مردما پشت مقامات میره، مقامات. یک توصیه را اینجا براتان میکنم، خو وقتتان ضایع نکنی. اگر کسی واقعا وقت زیاد داشته باشه پشت قرائت سبعه و عشره خود بروه، لیکن ما اینطور فرصت نداریم که کل عمر خود بگویه ده مالک یوم الدین و ده ملک یوم الدین و ملک یوم الدین چندین قرائت بخوانیم، وقتی از این است. وقت فهمیدن کتاب الله متعال است، عمل کردن کتاب الله متعال است، نه وقتی از این که قرائت ها را چند قسم خوانده بتانیم. اما یک قسم که میخوانیم الله برای ما اجر میده. اگر دوم قسم بخوانیم چند اجر زیاد میکنه؟ میکنه زیاد؟ نمیکنه، ضرورت برش نیست. تلاوت درست الحمدلله قاری سایبا زیاد شده، اطفال خود که ما روان میکنیم با مجردی که الف بار برش تلفظ میکنه درس میده، مکمل تلفظ درست میشه. دیگر رعایت قوانین تجوید امری ضروری نیست که پرخواندن و باری خواندن کدام امری فرض یا واجب باشه، یک مستحب کار است. ما کلی عمر خدا هر برادر که سعی میکنی در مدرسه حفظ روان است، چند سالت میشه؟ 13 سال، 12 سال، 8 سال، 9 سال، چی میکنی؟ تجوید میخوانم. چی میکنی؟ تجوید میخوانم. مردکا تفسیر بخوان، تجوید میخوانی، تلفظ درستی قرآن یاد داری، خویات بگیره. از او خاطر اینجا نه افراط میکنیم نه تفرید، نه 10 سال خود در تجوید. تجوید کدام درس یک ساله نیست؟ تجوید
یک ماه درس یک ماه است، شما بار بالله بکنی از یک ماه اضافه نیست. یک مشق و تمرینش یک دو ماره در بر بگیره که تلفظ درست میکنی، دیگه وقت او ضایع کردن به کار نیست. اما امروز آنقدر استغراق ده او شده که مردم ها 4 سال و 5 سال در مدرسه های حفظ رفته رایسته، میگه ما تجوید خوانده رایستیم. نکنیم، تلاوت درست قرآن کریم حق قرآن است، اما با این سیستم نیکی قدر وقت در اجزایی کنیم. ولی این طورام نیسته که ملا صاحبان ما وقتی که داد تلفظ میکنه، یکیش میگه ولن دوالین نون دال واو الف، دیگهش میگه ولغ و دوالین غین دال واو الف، اینطوری میکنه. نه، تلفظ درست حروف بعد بدانه. والحمدلله عالی، امی زمینه خوب مساعد است. کوشش کنیم اولادای خدا برش قاریب بگیریم. در مسجدی که ملا صاحب است تنها سری ملا صاحب اکتفا نکنه، برای درس اطفال خرد بعد قاری خام خواده هر مسجد ضروری است. قاری که تلفظ درست داره، تمرین کرده میتونه، بسیار ضرور است که اولاد خدا پیش از او بمانیم، پیش ملا صاحبا نیم ملا صاحبا را بگذاره، به این خاطر که قرآن کریم همیشه درست نخوانده. زمان سابق و بیخی حالت خراب بود، ولی یک کمی خوب شده. در شهرها خوب شده، در دهات بازم اونطور حالات خراب است. هر کسی که دیگه کارا را نتونسته رفته، یک دو سه صورت یاد گرفته، خود ملا امام قریه جور کرده. یک روز در کوتیسنگی رفتم، یک جناب محترم چشما را خوب سرمه کرده بود، مواره لنگی سفید خیلی لشم زده بود، خوب اولی خود برابر کرده بود، نماز شام داد بسیار غلط قرائت کرد. باز بعد از او مردمی قدر از پیشش خوش بود، ما نمازم یک رکات گمان میکنم از پیشم تیر شده بود. بعد از او بازی جناب شاندم، ما گفتم برادرم تو درس خوانده ای؟ گفت نه. گفت نه. ما گفتم چی خیر حفظ کرده ای؟ گفت نه. خب تو چی کرده پیش قاری صاحب خوانده ای؟ نه. گفت ما طریقه دارم، پیش پیر صاحب وظیفه دارم. خب ما گفتم ماشاءالله، پیش کدام پیر صاحب؟ او پیر صاحبم برم گفت. ما گفتم پیر صاحب برای چی یاد داده؟ سوره را سر تلفظ کرده، چی را کرده؟ گفت نه. او مرا گفته که اینطور فکر بکن که اینجا نور می آید، این قلب در ذکر شروع میکنه، باز لطایف تعالی را مرده است. ما گفتم چی رقم؟ گفته که زنده میشه. گفته که تا یک چند وقت قرآن نخون به خاطر که این لطایف زنده شوه. خب ما گفتم تو چطوری جای امامت میکنی دیگه؟ تو نه قرآن نخونده نه چی را؟ گفت بسیار خوشم میای امامت. ما گفتم خیلی خوب، خوشید خو میای، لیکن اهلیتش داری یا نداری؟ خب بیچاره را تا که قناعت برش دادم، افسوس است حالات ما همی رقم است که او بیچاره خود تلفظ کرده نمیتونست، یعنی یک سوره فاتحه را درست، لیکن امامت را گرفته بود. دیگه تلاوت درست حق قرآن کریم است، لیکن نه افراد شوه در حقش و نه تفرید. بعد از او فهم مطالب است. تلاوت درست مقدمه برای فهم مطالب بود. تا که آدم تلاوت نکنه مطالبش درک کرده نمیتونی. از دو خاطر حق سیومی قرآن کریم مطلب و مقصد قرآن فهمیدن است. مطلب و مقصد قرآن کریم فهمیدن دو قسم است، یکی اجمالی است و یکی تفصیلی است. برای تفصیلیش الله متعال اشخاصی را پیدا کرده که وا عمر خدا وقف میکنه، میره 5 سال، 6 سال، 7 سال، 10 سال برای فراگیری علوم قرآن کریم هر طرف تلاش میکنه و آینده برای خدمت قرآن کریم عمر خدا وقف میکنه. یکی مفهوم اجمالی مطلب قرآن کریم است که الحمدلله هر مسلمان فرض است بالایش که مفهوم اجمالی قرآن کریم را بفهمد. مفهوم اجمالی قرآن کریم چی است؟ تمام آن چیزی که قرآن امر کرده بجا هست، از هر چیزی که منع کرده بالکل درست است. جایی که قرآن امر کرده که مامور بیسته، حتما منفعت انسان است، قطعا در مزارتش نیست. از چیزی که منع کرده حتما در اون مزارت است. اخباری که قرآن داده راست است، حقیقت داره، و حالات انبیاء علیهم السلام سابقه را که به ما بیان کرده برای هدایت ما، برای تنبیه و نصیحت ماست. این یک موضوع اجمالی فهم قرآن کریم است که هر مسلمان باید بدانه. امروز ما و شما که میاییم تقریبا فهم اجمالی قرآن کریم ما میگیریم.
فهم اجمالی طور میگیریم که لااقل اینقدر بفهمیم که موضوع اساسی قرآن کریم چی بوده، برای چی آمده. وقتی ما سوره فاتحه را شروع میکنیم، موضوع اساسی سوره فاتحه یاک نعبدو و یاک نستعین است. عبادت حق الله است، به کسی دیگری نمیشه. یک مفهوم اجمالی است. تفصیلش کدام چیز عبادت است و چه قسم برای الله شود، چه قسم برای مخلوق نمیشه، این تفصیل کار داره. ما و شما فقط به طریق اجمال پیش میریم. از او خاطر حق سومی قرآن کریم فهم مطالب و مقاصد قرآن است. خب برای عوام اجمالی و برای اشخاص خاص در بین امت او به طریق تفصیل است. چهارم، حق قرآن کریم فهم مطالب اصلی مقصد نیست. فهم مطالب برای عملی کردن احکام الله است که ما مطلب بفهمیم، بعد از او حکم عملی بکنیم. از او خاطر در قرآن کریم یتلو علیهم آیاتک اول حق دومی بود، و یعلمهم الکتاب حق سومی بود، و الحکمت تعلیم حکمت. حکمت چه قسم تعلیم میشه؟ زندگی رسول الله، زندگی عملی رسول الله حکمت است. کل عمر پیغمبر حکمت است، و کل عمر پیغمبر تطبیق کیست، احکام کیست؟ بگه قرآن کریم. کل زندگی رسول الله، زندگی عملی رسول الله تطبیق کیست؟ احکام قرآن است. و تشریع و تفسیر احکام کیست؟ قرآن کریم است. از او خاطر ما و شما نیاز داریم که حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم آشنایی داشته باشیم، چرا که تطبیق عملی قرآن کریم به حدیث پیغمبر ممکن نیست. ما وقتی نماز می خوانیم حکم قرآن کریم است و اقیم الصلاة، فقط بر ما گفت نماز قائم کنه، ولی تطبیق عملی نماز توسط کی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم عملا به ما تشریح شده چی شرایط داره، چه قسم وضو کنیم، کدام طرف روی بگردانیم، دیگه چه قسم استاد شیم، رکوع، سجده، قاعده، قرائت، کلش بر ما تشریح میشه. امید تطبیق احکام عملی قرآن کریم هم اصل مقصد نیست، یام ذریعه است. اصل مقصد خیر چیست؟ و یزکیهم، که ما انسانای واقعی جور شویم. انسانای واقعی تسکیه شده است، عقیده، عمل، اخلاق همه درست شده، آلی دیگه چی میشه؟ در روی دنیا جنت قایم میشه. انسانای زندگی میکنه که حق و حقوق یک دیگر را مکمل میشناسه، سخت احترام متقابل یکی با دیگر قائل است، یک فضای قرآنی حاکم میشه. خلاص زمان پیغمبر و صحابه امی قسم فضا حاکم شد توسط تطبیق امی کتاب الله متعال. از او خاطر یکی از اهدافی که امروز ما و شما در این مجلس حاضر شدیم امیسته که ما حقوق قرآن فامیده زندگی قرآنی را انشاءالله چی میکنیم؟ تلاش میکنیم که حاکم شوه در محیط و منطقه ما و شما. زندگی هواپرستی و خواهش پرستی، طاغوت پرستی نباشه، زندگی الله پرستی باشه، نظام الله حاکم باشه. خلاص فقط قانون الله تطبیق شود. انسان ها مکمل زیر قانون الله متعال یکسان زندگی بکنه، فرق امیر و فقیر و غریب و گپا، دیقان و مامور و دکتر و انجینر قطعا نباشه. امی زندگی قرآنی است و امی برنامه انبیاء علیه السلام است که همیشه الله بر ما روان کرده. برنامه پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم امی گپ بوده. پس ما و شما وقتی در ترجمه قرآن کریم میاییم، اصل هدف ما تسکیه است. خلیکن هر کدام ما خود تسکیه کنیم کفایت میکنه؟ نمیکنه، بلکه دعوت به سوی دیگرها هم بدیم. امروز از اینمی گپای اینمی قدر مردم مستفید شده، به هزارها چند مردم امی گپا را نشنیده و ای گپا را نمیفهمه. از او خاطر ما نیاز داریم که شخص دیگر هم، خصوصا او کسی که روز مره تو قطش زندگی و سر و کار داری، او را دعوت بدی. فکر تو خود جور شده، دکاندار هستی قطع خود شریک داری، تو فکرت جور شده، غش نمی کنی، در سودای دروغ نمیگی، عیب پنهان نمی کنی، قسم ناحق نمی خوری،
با نرخ بلند سری خریدار نمی فروشی، با صداقت تو دکان داری میکنی، اما شریکت قطع دکان این سخنا را نشنیده، او غش میکنه، او دروغ میگه، او قسم میخوره، او تا که وسش میرسه که خریدار فریب میخوره فریب میده. باز نشد زندگی. تو خود تلاش کرده بودی که من زندگی حلال پیش میبرم، اما توسط شریکت توم دهی حرام شریک شدی. از این خاطر ما ضرورت به دعوت دیگرا هم داریم، مثل که تو خود عیار کرده ای. اینمی قسم شریکت و کسی که قطعش سر و کار داری باید عیار کنیم. کی حق اولیت داره؟ پدر و مادر. اگر پدر و مادر در مجلس حاضر است اولادا، اگر شوهر حاضر است سیاسترش، اگر سیاسر حاضر است شوهری خود باید دعوت بده، کاکا و بچه کاکا و عمه و خاله و هر کسی که با ما نزدیک است، همسنفی و شریک دکان و شرکت ما و هم سایه ما و هم مسجد ما، مرحله به مرحله سر ما حق داره که ما دعوت بدیم به سوی کتاب الله متعال و مسئولیت خود ادا بکنیم. ما به این نیت ان شاء الله آمدیم که اصلاح شوه و بعد از او دعوت بدیم.